اگر ایران زیر فشار باشه یوترن انجام میده و این تصمیم گیری هایی میکنه که همه بهت زده میشن. این یک فرصتی به آمریکا داد که از این تجاوزی که روسیه به خاک اوکراین کرده نهایت استفاده رو بکنه، و همونطوری هم که ما میبینیم در طی یک سال اندی که از این تجاوز روسیه به اوکراین گذشته، به نظر میاد طرفین، منظورم روسیه و آمریکا، یک توافق کلانی کردند که خیلی به این درگیری گسترش ندن، در یک حدی از نزاع باقی بمونه، مگر اینکه منافع ملی چین اجازه بده در یه مقطعی، و اونم در شرایطی خواهد بود که روسیه فوق‌العاده ضعیف بشه، که چینی ها بیان اوکراین رو بازسازی بکنن و به عنوان یک سکوی نفوذ در اروپا، در شرق اروپا از اون استفاده بکنن، و الا نه آمریکایی ها نه اروپایی ها امکان بازسازی اوکراین رو مشروط به این که در یه مقطعی یه توافقی صورت بگیره نخواهند داشت. تایوان برای آمریکا و چین یک فرصتیه که اینها بتونن حضورشون رو تو اون منطقه شرق آسیا افزایش بدن. با کدام تهدید آمریکایی‌ها میتونن همچنان در ژاپن باشن، در کره جنوبی باشن، در فیلیپین باشن، با سنگاپور و اندونزی و مالزی و دیگر کشورها روابط نظامی و استراتژیک برقرار کنند؟ کره شمالی رو نمیشه به عنوان این تهدید کره در نظر شمالی هم گرفت. هست، ولی نهایتا کره شمالی یه پراکسی چینی هاست. حتی آمریکایی ها به صورت غیر علنی به چینی ها گفتن که اگر اونها وارد کار نظامی بشن، که در همون روز آمریکایی ها ارتباط مالی چین رو با دلار در کل دنیا قطع خواهند کرد. آیا اون جمله‌ای که آقای برنز گفته بود که روسیه در حال تبدیل شدن به مستعمره چینه درسته؟ اگر این روند ادامه پیدا بکنه، روندهای فعلی، بله، حالا شاید واژه مستعمره قدری غلیظ باشه، ولی روسیه برای بقای خودش مجبور به کشورهایی رو بیاره که این کشورها خریدار نفت روسیه باشند. هندی ها هم تونستن آمریکایی ها رو اقنا بکنن که بتونن از روسیه نفت بخرن. مثلا 40% واردات روسیه از چین بوده، 30% صادراتش به چین بوده. بعد در حالی که مردم روسیه خیلی یوان رو نمیشناختن، الان 33% افزایش تقاضا برای خرید یوان در میان مردم روسیه به وجود آمده. 15% از ذخایر ارزی بانک مرکزی روسیه الان یوان هست، و یه نوع دلار زدایی داره میشه از اقتصاد روسیه، و یه نوع وابستگی روسیه به چین داره اتفاق میافته. و شاید چینی ها بدون اینکه بخوان خیلی موضع شفافی نسبت به اوکراین بگیرن، خیلی خوشحالند که روسیه به عنوان قدرت جهانی و نظامی و هم مرز چین الان داره به لحاظ اقتصادی به چین ببخشید وابسته میشه. اینو در نظر داشته باشید، 13 سال طول کشید تا تحریم های عراق رو برداشتن. این بعد از مسلط شدن به عراق و حذف به اصطلاح رژیم صدام در اون کشوره. میخوام بگم که حتی اگر شرایطی در روسیه به وجود بیاد که به طرف نوعی مصالحه سر اوکراین با اروپا و آمریکا بره، برداشتن این تحریم ها کار عظیمی است.
یعنی یک اهرمی است که آمریکایی‌ها دارن برای اینکه اونجایی که میتونن روسیه رو تضعیف بکنن. روشی است، اون سناریویی است که شاید خیلی ها بهش فکر میکنن که اینقدر به روسیه فشار بیارن، اینقدر روسیه رو تضعیف بکنن که پوتین مظهر این شکست بشه و یا حذف بشه یا خودش کنار بره یا یک اتفاقی بیفته، یه شخص دیگری بیاد، اون شخص دیگر میتونه این کار رو بکنه، تا اینکه هم اروپایی‌ها راضی بشن، هم اوکراین راضی بشه، هم آمریکایی‌ها راضی بشه. من فکر میکنم چینی‌ها هم میخوان که این وابستگی روسی رو ادامه بدن، اما اینکه روسیه تضعیف بشه. یعنی الان بین آمریکا و چین یک هدف مشترکی وجود داره و اون تضعیف روسیه است. یک تفاوتی که بین شوروی و آمریکا از یک طرف و چین و آمریکا از طرف دیگه وجود داره اینه که شوروی و آمریکا دو تا سیستم بودن، دو تا سیستم مجزا بودن، اقتصادشون، سیاستشون، حتی حوزه نفوذشون. اونچه که سیاست بین الملل رو پیچیده تر میکنه، سخت تر میکنه، وابستگی متقابل آمریکا و چین رو به مراتب عمیق تر میکنه اینه که چین در داخل همون سیستم آمریکا ثروتمند شد. یعنی اونگونه که الان در چین خدمات ارائه میشه، تولید میشه و اصلا اون مدل های بیزینسی که در چین وجود داره مدل رایج غربیه. و یه اتفاق دیگه هم من میتونم به این اضافه بکنم به عنوان ختم کلام، این هست که به جز 4 کشور در دنیا، همه کشورهای دنیا دنبال یه نوع بالانس بین آمریکا و چین هستند. 4 کشور: بلاروس هست، کوبا، ایران و کره شمالی. این 4 کشور تمایلات شرقی دارند، اما تقریبا تمام کشورهای دیگه سعی میکنن هم با چینیا کار کنن هم با آمریکایی ها کار کنن. که به نظر من این توافقی که بین ایران و عربستان صورت گرفت با میانجیگری چینی ها تا 80%ش به خاطر تصمیم ایرانه. یعنی من این 80% رو استفاده می کنم تا ثقل موضوع رو بخوام تبیین بکنم. خاطرم هست حدود 10 سال پیش در داووس وزیر خارجه وقت عربستان خیلی صریح به من گفت، گفت ما حاضریم با ایران در عراق، در سوریه، در لبنان، در مناطق دیگر خاورمیانه به یک توافق جمعی برسیم و با هم سهیم باشیم در مسائلی که تو این منطقه وجود داره، با هم دیگه حتی سهم همدیگر رو تبیین بکنیم و تعیین بکنیم. اما گفتش که در یمن ما حاضر نیستیم با ایران شیر بکنیم، ایران باید از یمن بره بیرون، اینجا امنیت ملی ماست. نکته دوم این که در اتفاقات و تحولاتی که در ایران صورت گرفته از شهریور گذشته به بعد، من تصور میکنم که حاکمیت در ایران به صورت میدانی و رقمی و عینی و مطالعاتی به این نتیجه رسید که چقدر عربستان نقش کلیدی داره در هزینه‌ای که میکنه برای امنیت ملیش علیه ایران، چه در داخل ایران و چه در حریم ایران و چه در رابطه با نیروهای مخالف ایران در اروپا و آمریکا. هزینه ای رو که عربستان میکنه آمریکا نمیکنه علیه ایران. ایران این رو به صورت عینی و رقمی متوجه شد. ایران به این جنبندی رسید که برای تأمین امنیت ملیش
و داخلی خودش برای متوقف کردن و یا کاهش اون هزینه رو که عربستان نسبت به ایران میکنه در منطقه و دنیا در مقابل یمن معامله بکنه. این در شرایط فعلی به نظر میاد که در حال راستی آزماییه. از این توافق به مراتب عمیقتر سال 82 1382 صورت گرفت ولی دوام نیاورد. تفاوتی که امروز با اون موقع داره اینه که اون موقع اجماع داخل نبود حول و حوش این موضوع با عربستان، اما الان اجماع هست. الان تشکیلات امنیتی و نظامی ما این رو قبول کرده، نه تشکیلات سیاسی و وزارت خارجه. اون موقع بیشتر حوزه دولت و وزارت خارجه بود، اما الان یک بخش به مراتب مهمتری این توافق رو انجام داده. مثلا ببینید یه پهپاد ایرانی حدود 20,000 دلار هزینه داره، در حالی که یه موشک زمین به زمین معمولی با برد کوتاه روسی بالای 200,000 دلار هزینه داره. برای طبیعی است که روس‌ها بخوان این تسلیحات رو با هزینه‌های کمتری تأمین بکنن، و برای همین هم هست که فرض کنید که به نظر میاد الان ماهانه 150 پهپاد ایران تولید میکنه و به روسیه میده. مثلا قبلا بالای 500 نمونه به در اختیار روسیه گذاشته که در اوکراین استفاده میشه، یا تسلیحات دیگری که ایران به روسیه داده. در مقابل اون روسیه نه تنها امروز بلکه در طی یک دو دهه اخیر همکاری های نظامی، بعد بعضی سیستم های رادار رو در اختیار ایران گذاشته و قراره که 24 جنگنده که قبلا مصری ها سفارش داده بودن بعد آمریکایی ها جلوش رو گرفتن قراره که در اختیار ایران قرار بگیره، و الان هم خلبان های ایرانی در روسیه دارن آموزش میبینن برای اون جنگنده های نظامی. خب ایران برای اینکه مدرنیزه بکنه توان نظامی خودش رو خیلی انتخاب نداره. روسا به صورت به طور سنتی و تاریخی اطلاعات قابل توجهی دارن، هم در حریم ایران که آمریکایی‌ها دارن چیکار میکنن، اسرائیلی‌ها دارن چیکار میکنن، و این بسیار ارزشمنده برای ایران که از این اطلاعات استفاده بکنه. البته این به این معنا نیست که روسا هر اطلاعی رو که دارن در اختیار ایران بگذارن. ضمن اینکه روسیه در نرم افزار و سخت افزار نظارت بر جامعه و مدیریت و کنترل جامعه بسیار قویه، کما اینکه در غرب هم روسا این کارا رو انجام میدن، اینه که با ایران هم این همکاری ها رو داره برای کنترل فضای عمومی جامعه. در همه زمین ها روسا کار کردن. ممکنه که چینی ها به اندازه که روس ها علاقمند باشن حاضر نباشن این گونه همکاری ها رو با ایران داشته باشن به خاطر فشاری که آمریکایی ها ممکنه روشون بگذارن. روسیه یک مرکز ثقل نسبت به ایران داشته، و اون اینکه یک کاری بکنه ایران در مدار غرب قرار نگیره. روس‌ها خیلی براشون مهمه که ایران یک کشور غیر غربی، حالا اگرم حتی نگیم ضد غربی، قرار بگیره. حتی این براشون از اینکه ایران هسته‌ای بشه مهمتره. اما من اطمینان دارم که روسیه در شرایطی این رو میپذیره که یک کنترل قابل توجهی بر اوضاع سیاسی ایران داشته باشه که این کار رو بکنه، یعنی مطمئن بشه که تصمیم گیری های نظامی و امنیت ملی ایران با مشورت روسیه انجام میشه، تا اینکه مثلا اجازه بده که یا اینکه تسهیل بکنه یا اینکه حمایت بکنه
از اینکه ایران به یک قدرت هسته‌ای تسلیحاتی تبدیل بشه، نه اینکه تولید بکنه بلکه به اون مرزش برسه. نکته منفی این نوع ارتباط اینه که ایران از نظر اقتصادی به شدت ضرر میکنه، چون که ساختار عمرانی ایران، صنعت در ایران و اصلا بخش خصوصی که ما در ایران داریم به صورت سنتی اروپایی، عمدتا اروپاییه، و انتقال تکنولوژی به ایران، یادگیری از فناوری هایی که در اروپا و کلا در غرب وجود داره به ایران کمتر منتقل میشه، چون تحریم ها سر جای خودش میمونه. روسیه به لحاظ اقتصادی آنچنان برای ایران مزیتی نداره، چون خودش تحت تحریمه. تا مادامی که تحریم ها وجود داره، کار بنیادی عمرانی همه جانبه مالی و فناوری در ایران نمیتونن انجام بدن. وضعیت موجود رو خیلی دچار نوسان نمیبینم. فکر میکنم ساختار قدرت همچنان ادامه پیدا میکنه. در تحلیل اگر آمار و ارقام رو در نظر نگیریم، دقتمون در پیش بینی ها و استنتاج هایی که میکنیم به شدت میاد پایین. 80% تجارت در جهان با دلار آمریکاست. 60% ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی دنیا با دلار آمریکاست. آمریکا 25 تریلیون دلار جی دی پی داره. اگر ما 15 سال آینده رو در نظر بگیریم، آمریکا همچنان قدرت مسلط نظامی و اقتصادی جهان. چینی‌ها خودشون رو در قالب آمریکا تو دنیا تعریف می‌کنن و کاری انجام نمیدن که مصالح و منافعشون تهدید بشه. چینی ها الان با اسرائیل روابط بسیار گسترده ای دارن. دو بندر اسرائیلی توسط چینی ها مدیریت میشه. یک تفاوت فکری که من شاید با بعضی از همکاران خودم و دوستان رسانه‌ای خودم داشته باشم در ایران اینه که من ایران رو کشور خاصی نمیدونم. یعنی اینکه ما ژئوپلیتیک خاصی داریم، ساختار تاریخی خاصی داریم، مثلا ما کشور قدیمی هستیم، بعد ما فرهنگ خاصی داریم، همه چیز ما خاصه. اگر بخوایم تحلیل ریز علمی بکنیم، ژئوپلیتیک ترکیه از ما به مراتب پیچیده تره، ژئوپلیتیک کره جنوبی از ما به مراتب پیچیده تره. اون چه که ایران رو بیش از هر مورد دیگری تهدید میکنه، تقلیل منابع مالی ملیه. بدون ورود در اقتصاد بین الملل این مسئله تأمین نمیشه. یعنی اگر کشور نیاز به یک استراتژی 10 الی 15 ساله داشته باشه، کانون اون استراتژی اینه که ایران چگونه میتونه ثروتمند بشه با این مزیت های حالا نیروی انسانی، منابع طبیعی، دسترسی به دریاها، بعد منابع انرژی و غیره که ایران داره. بقای ایران تابع قدرت اقتصادی و ثروت ملیشه. به هر حال شهروند ایرانی امروز با حداقل داره زندگی میکنه. شرکت ها و بخش خصوصی در دنیا تقریبا ما میتونیم بگیم ایران رو به لحاظ اقتصادی دیلیت کردن. مشکل فقدان استراتژی ثروت، ایجاد ثروت ملی، تولید ثروت ملی و مشکلات اقتصادی ما ماهیت سیاسی داره. ببینید در رابطه با عربستان، ایران یه یوترن کامل انجام داد. یعنی کشوری که تا چند وقت پیش در رسانه های ما به عنوان دشمن اول ایران محسوب می شد، حالا این فضای خیلی مسالمت‌آمیز با عربستان شروع شده. یعنی این نشون میده که اگر ایران زیر فشار باشه، یوترن انجام میده، تصمیم گیری هایی میکنه که همه بهت زده میشن. به لحاظ علمی و تئوریک و مقایسه با کشورهای
در حال توسعه دیگر در دنیا، ما میتونیم پیش بینی بکنیم که ما یک دوره سختی رو پیش رو داریم، تا اینکه کشور به طرف یک نوع ثبات رویه‌ای، روشی، شخصیتی، سیاستگذاری ها و غیره بخواد حرکت بکنه. ما زمان رو از دست میدیم. کشورهای همسایه ما هر روز دارن ثروتمند میشن و امکاناتشون افزایش پیدا میکنه و شاخصهای توسعه دارن پیشی میگیرن از ما، و در حالی که ما اون فرصت ها رو داریم از دست میدیم.